سخت این اتفاقا داره میام. من نمیتونم بپذیرم خانم 50 60 ساله به جلو منو بگیره زار زار بزنه زیر گریه بگه 6 ماه ما گوش نخوردیم. اگه شما غیرت نداری من شب خوابم نمیبره، دیوونه میشم. به امام زمان شبای است من تا صبح نمیخوابم، یک دقیقه نمیخوابم، همینطور میشینم فکر میکنم میگم خدای چه کاری از دست من برمیاد، من جز که حرف بزنم چیکار میتونم بکنم؟ نه مسئولیتی دارم، نه هیچی، نه رسانه ای دارم، نه اون صدا سیمای خراب شده منو راه میدن، نه جای دیگه. یارو میره برای 50 میلیون شبهه میندازه، من بعد برای 500 نفر جواب بدم. صبح تا شبم تخریب، تقطی میکنن، کلیپاتو میذارن، خدایا بس دیگه خسته شدیم و نمیدونم. مردم که این بابا اینو ولش کن، تو رو با یه دقیقه تو اینستاگرام میشناسه بنده خدا، یه دقیقه های فنی تولید شده قشنگ برنامه ریزی شده، یه تیکه از تو میذاش که با خاک یکسانت کنه. دم عید نوروز رایفی پور، عید نوروز کیلو چنده؟ عید قدیر، عید ماست، کلی بهت فوش بدن. سخنرانی مال اون سال نیست، مال یه سال قبل تره. گشتی پیدا میکنی اولین بار کجا گذاشته، میبینه عجب وابسته به نهادی خاص است، پولش از یه جا دیگه داره میگیره. 5 سال 6 سال پیش برانکو داشته از ایران میرفته، گفته مالیاتمو نمیدم، همینی که هست. شاکی شدی 5-6 سال پیش گفتی که آقا تو بیخود کردی، گفتی من مالیاتمو نمیدم. خودت پرسپولیسی ها میگی حرف اشتباه، یعنی چی مالیاتتو بده؟ کارگر بدبخت ما مالیات ازش میگیرن، کارمند ما قبل اینکه حقوقش واریز بشه ازش مالیات کسر میکنن. این توهین به قوانین کشور منه. میذارن 6 سال بعد به وقتش میذارن رو اینترنت. پرسپولیسی ها فوشت میدن، استقلالی ها فوشت میدن. خب الحمدلله یه جماعت که کلا فوتبالی نگشتنش کردن، کسی نباید این حرفا رو گوش کنه. یه جا میخوام برم سخنرانی 60 مدل کنسلش میکنن، میرم جلو در دانشگاه سخنرانی، جلو در دانشگاه نیم ساعت 40 دقیقه نگرم میدارن، حراست در اونجا. تو میدونی رایفی بود اینجا تو سالنش هماهنگ شده سخنرانی داره و حراست دم در نگن. خب فامیلت، کارت شناساییت، کارت ملی خورده کهنه است، کارت شناسایی دیگه داری؟ برای چی؟ برای اینکه بهت بر بخوره برگردی. برمیگردن دیگه، استادا هم چین فکر میکنن کیان، اینجا سری به پرستیژمون برمیخوره، به قوامون برمیخوره، همین کار میکنن که قهر کنی بری. اون تو ما هم کرگدن پوسکلوف وای میستیم میگم معلش میکن. زنگ میزنیم به برگزار کننده میگیم داداش بهشون بگو دم در نگرم داشتن، اگه دوست دارید بشینید من سعی میکنم، من میام اگه شما نرید. جا بوده سخنرانی 2 بوده، 2 بعد از ظهر، 5 رفتم تو جلسه، خیلی پر رو. اما بچه هم دمشون گرم، یه نفرشون نرفته بود. همینطور نه آقا اینا نمیخوام برای من بگیم، ما مخلصیم، نمیخوام اینا برای من دست نزنید، نمیخوام. برید بگید ما بعد مردم، ما هر چی کشیدیم از ندونستن مردم، روشن کنید مردمو.